سلام میکنم به همه دوستای خوبم هم. امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به این جلسه ای که میخوایم با همدیگه یک مثال دیگه حل بکنیم از سرعت متوسط و سرعت لحظه ای من این نمودار مهم مثال رو هم از الان بدون که توضیح بدم چیه دورش خط کشیدم معادله حرکت یک جسم رو به ما دادن که همین معادله هست که من دورش خط کشیدم و از ما خواستن که معادله سرعتش رو به دست بیاریم نمودارهای مکان زمان و سرعت زمانش رو به دست بیاریم در چهار ثانیه اول حرکت و بعد هم حرکت جسم رو کلا توصیف کنیم در حقیقت به ما گفتن که اگر یک چنین معادله حرکتی دیدید توصیف کنید رفتار کامل اون جسم رو من ترجیح میدم اول شروع کنم با رسم نمودار مکان زمان چون خیلی خیلی نمودار مکان زمان به ما شهود خوبی راجع به رفتار جسم میده و حتی برای رسمش هم ترجیح میدم به جای اینکه خودم رسم بکنم برم و در گوگل, گوگل این تابر رو سرچ بکنم جستجو بکنم و حاصلش رو رسم شده بیارم برای شما اینجا خب این الان رسم شده این معادله حرکت هست به کمک تکنولوژی که همون جوری که میبینید در تی مساوی با صفر من اگر این معادله تی رو صفر بذارم ایکس میشه منفی سه این الان ایکس هست این محور این محور تیه خب یعنی شما این معادله رو اصلا جدی نگیرید این محور x این محور تیه و من این نمودار رو رسم کردم در, ایکس با س... در تی مساوی با صفر x من میشه منفی سه یعنی من اول در مکان منفی سه هستم پس بذارید من محور ایکس ها رو هم رسم بکنم و کاملا مشخص بکنم این مکان صفر منفی یک منفی دو منفی سه این هم مثلا یک و دو پس من اول از همه در این مکان منفی 3 هستم بعد چه اتفاقی میفته بعد من شروع میکنم حرکت کردن میام جلو میام جلو در محور ایکس ها میام در زمان تی با یک میرسم به مکان صفر درسته یعنی من میام این حرکت میکنم حرکت میکنم حرکت میکنم میام جلو در تی با یک میرسم اینجا و باز هم میرم جلوتر در تی با دو میرسم به مکان یک اما دیگه جلوتر نمیرم خب و در این لحظه انگار میستم و برمیگردم به سمت عقب خب این الان محور ایکس هاست دیگه در نتیجه میام و دیگه شروع میکنم به سمت برعکس حرکت کردن خب پس در این لحظه خاص سرعت لحظه من صفره چرا چون سرعتم چون من ج... مکانم به سمت از اه... ببخشید جهت حرکتم از مثبت به منفی تغییر کرده و یه لحظه ایستادم و جابجا جا شدم برای اینکه مطمئن بشیم سرعت لحظه در این لحظه صفره میتونیم شیب تابه در این نقطه رو نگاه بکنیم من میدونم که شیب تابه مکان زمان در هر نقطه به من سرعت لحظه ای رو میده و همونجوری که میبینید این شیب تقریبا صفره و بنابراین سرعت لحظه‌ای در اون لحظه صفره بنابراین حرکت جسم رو من میتونم همینجوری دقیق توصیف بکنم الان یعنی جسم من تا یک میره بعد برعکس میشه مسیرش و میاد عقب میاد عقب میاد عقب تا کجا میره عقب در تیم مساوی با چهار که از من خواسته سوال مکانش دوباره همون منفی سه هست پس میاد اینجا و بعد ادامه میده به مسیرش ولی ما فقط تا اینجا رو میخوایم چون در چهار اول رو سوال از ما خواسته خب ما الان یک توصیف خیلی خوبی از حرکت جسم به دست آوردیم که میره جلو و میاد عقب حالا معادله سرعتش رو چجوری به دست بیاریم من مطمئنم همه شما میدونید که وقتی که ایکس مساوی هست با منفی t2 به علاوه چهار تی منهای سه سرعت لحظه ای پس سرعت به صورت تابعی از زمان مساوی میشه با مشتق مکان به نسبت زمان که این مساوی میشه با منفی 2 تی به علاوه چهار پس این الان شد معادله سرعت جسم من که من میتونم سریع چیزی رو چک بکنم دیگه که این الان معادله سرعت لحظه ایه خب در چه لحظه این صفر میشه؟ خب طبق این معادله در تی مساوی با دو سرعت لحظه من دقیقا صفر میشه آیا درسته؟ بله چرا؟ چون من روی این نمودار هم نشون دادم در تیم مساوی با دو که مکان من به حد اکثر خودش میرسه سرعت لحظه ای صفره و بعد شروع میکنه منفی شدن درسته خب حالا پس بیایید با هم دیگه نمودار این سرعت لحظه ای رو هم رسم بکنیم که یکی از آخرین کارهایی که سوال از همون خواسته رو هم انجام داده باشیم این الان این محور رو من میذارم سرعت این محور رو میذارم زمان این یک دو سه چهار این یک دو سه چهار این هم منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار در تیم مساوی با صفر سرعت لحظه ای من هست چهار خب اگه تی رو در این معادله بذارید صفر میشه چهار در تی مساوی با دو سرعت لحظه من هست صفر و در تی مساوی با چهار که آخرین زمانی سوال از من خواسته سرعت لحظه من هست منفی چهار پس سرعت لحظه من یک همچین نموداری خواهد داشت که این میشه معادله سرعت و من الان تقریبا دیگه به طور کامل این مسئله رو حل کردم و تنها نکته ای که باید بهش دقت بکنید اینه که سرعت جسم به طور پیوسته داره کم و کمتر میشه تا جایی که از چهار میرسه به صفر و بعد از صفر که اینجا باشه میره به سمت منفی چهار و حتی اعداد اعداد منفی بزرگتر دقت کنید که اندازه سرعت اینجا داره دائم زیاد میشه خب یعنی داره منفی بزرگتری میشه ولی در حقیقت سرعت داره کم میشه دیگه چون همینجوری داره منفی تر میشه اما اندازه سرعت یعنی در این جهت سرعت داره زیاد میشه خب اینو تفاوتش رو دقت کنید و علتش هم این است که سرعت یک برداره حالا من میتونم همین بازی رو همین یعنی مسئله رو گفتم بازی برم توی این مووینگ من این اسباب بازی که قبلا با هم باش کار کردیم تمرین بکنم و ببینیم که چه اتفاقی میفته ببینید این یک امکاناتی داره اینجا من میتونم انتخاب بکنم اکسپرشن evaluator نوشته و بیام معادله حرکت جسم رو بدم بهش خب پس من میتونم معادله حرکت جسم رو بدم به این و بگم که با این معادله حرکت نمودار مکان زمان و سرعت زمان رو برای من رسم کن ببینم چه اتفاقی میفته الان خوب نگاه کنید ببینید الان من متوقفش کردم یه لحظه اول سرعت چهاره و مکان منفی سه درست مثل اون نموداری که ما اینجا داشتیم یعنی مکان اول از همه منفی سه اینجا و سرعت هم اول از همه چهاره و بعد اتفاقی که میفته اینه که کم کم سرعت شروع میکنه کم شدن ولی مکان داره به سمت مثبت حرکت میکنه یعنی این آقا در این اوایل داره میره به اون ور چرا داره میره به اون ور بر؟ برای اینکه سرعت هنوز مثبته و وقتی سرعت مثبت ما در جهت مثبت محور ایکس ها داریم حرکت میکنیم و بعد اینجا سرعت صفر میشه جهت این آقا برمیگرده رو به عقب میشه و همینجوری سرعت که منفی میشه رو به عقب حرکت میکنه ایکسمون مون هم شروع میکنه منفی و منفی تر شدن نگاه بکنید این تا تیم مساوی با چهار هست که دقیقا همون اتفاقایی میفته که ما قبلا دیدیم بذارید پس من یک بار دیگه پلی بک یا مجددا پخش بکنم این رو که با هم دیگه ببینیم ببینید از منفی سه شروع کردین آقا رفت آروم آروم جلو اینجا داره میره جلو مبدر رو رد کرد رفت جلوتر رسید به نقطه یک نقطه یک که سرعتش دیگه صفر شد و به حد اکثر مکان خودش رسید و روش برگشت چرا چون سرعتش دیگه منفی شد و باید در جهت منفی حرکت بکنه و بعد به سمت برعکس شروع کرد حرکت کردن تا تی مساوی با چهار خب میبینید که این نمودار مکان سرعت زمان و این مکان زمان دقیقا همین هایی هست که ما اینجا رسم کردیم و رفتار این مووینگ من ما دقیقا همون رفتاری هست که ما اینجا پیش کرده بودیم خب خیلی هم خوب پس شبیه سازی به ما کمک کرد که ریاضیاتی که خودمون حل کرده بودیم رو مجددا چک بکنیم و بهتر بفهمیم در ویدئوی بعد میبینم اتون فعلا خدافز